درود به همه شما. عرض کنم که ما خودمون میدونیم و آگاهیم که مردمانی فراموشکاریم. بدتر از اون، ما معتاد به فراموشکاری هستیم. در مورد خدمتگزاران راستین و خودمون عرض میکنم، وگرنه برای اجانب که قاعدتاً ما را سننه قرنها سینه میزنیم و توی سرکله خودمون میکویم و اونا هم رضایت بدن ما رضایت بدنشتیم. همین دیروز آگاهی نامه ای از سوی بنیاد عبدالرحمن برومند دریافت کردم که خودش یکی از قربانیان صاحب نام تروریست های اسلامچی در دوران قتل های زنجیری در داخل و ترور نامردان مخالفین در خارج از ایران بود. یادآوری شده بود به ما فراموشکاران که 20 سال پیش نویسنده و پژوهشگر مبارز و خردمند ما علی اکبر سعیدی سیرجانی در زندان اسلامچی ها به جرم نوشتن و کاوش در اسطوره هایی که ما را با واقعیات مصیبت امروز من آشنا و از ریشه های بیخردی من آگاه می کرد به دست یکی از دشمنان اسلامچی به نام سعید امامی به قتل رسید. سعید امامی بعدها خود با خوراندن واجبی توسط همقطاران سابق خودش با روش خودکشی اجباری اسلامچی ها تاوان جنایت از میان بردن یکی از مؤثرترین نویسندگان تاریخ معاصر ما را پرداخت. اما چه سود؟ در دنیای بی حساب و کتاب بعد از قادسیه مردی از میان رفته بود که از نابودی لشکری از نامردان هم جبران نبودش را نمی کند. سعیدی سیرجانی اما مشعلی را افروخت در ظلماتی که هیچ کس اجازه روشن ساختن کبریت را هم در اون ظلمت ها نداشت. مشعلی در ظلمت برای اسیران نشسته در ظلمت که به دوربر خودشون نگاه کنند و راه فرار از ظلمات را بیابند. مشعلی همچون کتاب کتابها، ضحاک ماردوش که آنچنان تابناک بود که خود اسلامچیهای کوردل از تابش اون ابتدا غافل موندند. وانگاه که دانستند دیر بود و مثل همیشه و بله به رسم قصاص اسلامچی ها معرفتشون در حد زجرکش کردن سعیدی سیرجانی بود. ضحاک ماردوش دوستان نگاهی تحلیلگرانه بر یکی از معماهای اساطیری ایران، معمایی که فردوسی بزرگ جلوی روی آیندگان گذاشت و سعیدی سیرجانی قرنها بعد و در دوران ضحاکی دیگر پاسخ معما را یافت. اینکه ایرانیان، قومی که جمشید جم اونها رو از روستانشینی به شوکت و عظمت و تمدن سلوک قومها رسونده، فنون و صنعت و کشاورزی و شهرنشینی رو به عنوان آموخته و در دنیای ناامن و اسطوره‌ای امنیت و آسایش به ایران زمین و زندگی مردمانش آورده، چگونه این ملت میره و از بیابونهای تازیان موجود ناشناخته ای رو به نام ضحاک پیدا میکنه و به استقبالش میره و سر بر خاک پای ناپاکش میسایه و اونو بر دوش مینشونه و تا تخت پادشاهی ایران زمین استروار یا بووار این موجود بیگانه را حمل میکنه و عنان زندگی خود و نسل بعد خود را به دستان آلوده ضحاک و ضحاکچه ها میسپاره و جمشید جم رو که هرچی این ملت داره از اون داره با ناسپاسی حیرت انگیزی در غاری دور با خفت به زنجیر میکشه. چگونه؟ 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 هزاران سال باید بگذره تا همین قوم، این بار نه در اسطوره ها که در همین دوران من و تو، برود و ضحاک دیگر را از نامعلوم کده بیابد و بر دوشش گذارد دوستان عزیز و جمشیدش را در غربتکده ای دغمرگ کنه و این ضحاک نوین را به جان خود و روان نسل‌های بعد خودش بیندازه.
اونگاه به انتظار آهنگری دیگر و کاوه دیگه بنشینه و از دیدن و درک نیرو و توان خودش برای دفع شر ضحاک عاجز بمونه و همین جام شوکران سعیدی سیرجانی بود که او آگاهانه و به جبران جهل و خیانت نسل خودش نوشید. او خودش در نامه تاریخی به قاتلین آتی خودش نوشت: آدمی زادم آزادم، و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در این سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. دوستان عزیز، ببینید، به جای روحش شاد و خدا بیامرزه و روانش آسوده و تعارف و تعارف و تعارف، ای دوست گرامی من، بیا به خودت زحمت بده و کتابی رو که او جان به خاطر اون باخت بخون، درست بخون. این بزرگترین آمرزش برای سعیده سیرجانی خواهد بود اگه تو بخوانی و درست بخونی. خب اجازه بدید بریم به نیویورک به سراغ دکتر سیامک شجاعی عزیز. درود بر شما. جناب علو، منم خدمت جناب عالی و همه بینندگان ارجمند سلام عرض میکنم. دکتر شجاعی، حقیقتا فکر میکنم که حداقل ما باید اینقدر از خبرهای بد و مصیبت‌ها و ظلم‌ها سالهای ما رو آکنده کردن که مثل این که ما فراموشکاری به عنوان اینکه وسیله تدافعی برای بدن برامون شده در ذهنمون و خودمون یادگارهایی را که نباید فراموش بشه گاهی فراموش میکنیم. شما هفته گذشته یادآوری درستی کردید از قتل ناجوانمردانه فروهرها، و این بار دیدم باز یادآوری کرده بودن دوستانی از بنیاد برومند که سپاسگزارم ازشون، و به هر حال ما هم یاد سعیده سیرجانی بود و بیستمین سالگرد قتل ناجوان مردانش. اما همونطور گفتم دکتر شجاعی، ما اگر حقیقتا باید به جای این کلمات مسخره خدا بیامرزتش و انشاءالله روحشون بالا، یعنی کشک، اینا کشکه، باید ببینیم آقا این طرف برای چی مرد، برای چه کشته شد. به خاطر این کتاب بود. پس این کتاب رو درست بخونیم، بخونیم ببینیم چه دستگیرمون میشه. بله جناب بهاءالله، این ضحاک ماردوش در حقیقت همین خامنه ای جنایتکار و همین خمینی الخمینی بود که او به قلم در آورد و به نسل امروز نشون داد که اون چه که ما در داستانها میخوندیم در عمل به دست آخوندها داره اجرا میشه، و همونطور که فرمودید به همین دلیل هم کشتن او رو واجب دونستند. و مثل همه دورانی که یک آخوند بی سواد میتونه حکم قتل صادر بکنه، حکم قتلش رو صادر کردن، به اون طرز فجی او رو هم کشتن. و بعد از ماه ها که دستگیر و زندانی و اسیر بود، به هر حال همطور که فرمودید باید دید که آثارش چه بوده، تأثیرش چه بوده، و به دنبال او چه سعیدی ها و سیرجانی های دیگری که به وجود آمدند و همکنون هم در خدمت جامعه ایرانی هستند. واقعا ببینید، باز شما موردی که اشاره کردین، ما الان میگن حالا قاتل سعید سیرجانی کی بود، میگن سعید امامی. آخه سعید امامی کی بود؟ اصلا عددی بود که بخوایم ما بگیم قاتله. مثل اینکه شما وقتی که حکم اعدام کسی رو یک جلاد اجرا میکنه بگین قاتل جلاده است. باید ببینیم که از کجا این حکم آمد. نامه ای که این شخص نوشت، سعید سیرجانی، با آقای خامنه ای باعث مرگ شد، خودش اون نامه رو در حکم جام شوکران میدونه. به هر حال بنابراین این که سعید سیرجانی رو بگن آقا سعید امامی کش، بعدم به جزای خودش رسید، اینا حرف کشک، اینا حرف کشک، ما میدونیم، خودشون هم میدونن. بله، قاتل خود خامنه ای است، قاتل رفسنجانی است، قاتل همه آخوندهایی هستن که در طی این 36 سال بر سرزمین ما مسلط شدن. حالا آقای دکتر شجاعی، من امروز میخوام یک کار دیگه بکنم. خدمت عرض کنم، ببین در آمریکا که میدونید برای مسائل، برای اینکه ساده بشه مسائل، یک کتاب های در میاد، مثلا میگن که Tax for Dummies، مثلا که برای اون خنگ ها که ما میخواییم موضوع تشریح کنیم، این
مثلا میگه آقا مثلا تغذیه فور دامیز، برای خنگا اسمشو میذارن اینجوری، یعنی میخواد ساده نگاری بکنه. حالا ما چون هرچی به هر زبان تکنیکی گفته میشه کسی انگار از طبقه‌ای که اختیاردار ایران شده حالیش نیست، بذاریم یه این قضیه دامیز، این غنیسازی برای دامیز بگیم امروز. بگیم اما این غنیسازی که الان سالهاست مردمان ایران را منتر خودش کرده، دنیا را منتر خودش کرده، حقیقتا بیام این را تشریح کنیم، ببینیم ما این غنیسازی چیست، این نفعش چی است، ضررش چی است. اما گفتم همون برای خنگ ها و دامیز که بلکه این آقایون حالشون بشه. اگه موافق باشین به این سیستم جرو بریم. خواهش میکنم به صدام. خب البته همه جایی کلمه دامی رو ما میذاریم کنار، چون در انگلیسی درسته که مشابه ترجمهش مثلا میشه آدم خرفت، اما دامی یک حالت به اصطلاح محترمانه کسانی است که مثلا میگن من در این رشته چون تخصص ندارم، مثلا مثل افرادی هستم که کهنه ذهن دارن، و به این دلیله که این کلمه دامی رو به کار میگیرن. متوجه هستی همه جا؟ یعنی اینجوری نیست که بگی مثلا طرز آشپزی برای احمق ها، یعنی طرز آشپزی احمق ها البته نیست، فکر کنم خام خنگ خورده بگیم، کلمش کلمه توهین آمیز نیست به هر حال، اما برای این از هم ساده میگن آقا میخوام مثل که بخوام بگیم آقا این علم به زبان ساده، علم به زبان یعنی ساده که برای کسانی که تخصصی ندارن مثل خود بنده مثلا در امور اتمی. بفرمایید. به هر حال بله. خب از کنم حضورت، ببین اول قبل از اینکه خودشو بگم، ببینید دو چه شده وقتی یک بحثی است تو اینا، اونی که اربده میزنه بدون اینکه اون است که بازنده است. آدم برنده ار نمیزنه، آدم برنده نره نمیزنه. حالا در خبرها بود، در خبرهایی که از یه منبع انگلیسی دیدم، گفته بود که این آقای ظریف وسط مذاکرات که یک نعرهای یک مرتبه میکشه که سکیوریتی ها حتی از جمع خود اسلام چی ها میریزن تو، خیال میکنن اتفاق افتاده. خب این آقا چه خبر شده؟ شما در حالی که میبینن مثلا اون جان کری و بقیه نشستن خیلی آروم دارن صحبت میکنن، و میبینید پس نعره زدن شما از چی هست؟ این به عنوان آغاز خشونت آخوندی احمد جان، خشونت آخونده که این بچه آخوندم در اونجا اعمال کرده و خوب خودشو نشون داد که دنیا بفهمه که ملت ایران اسیر چه وحشی های و عربده کشانی هست. این هم یه چماغداره دیگه، من کیه ظریف؟ یه لات چماغداره رفته شده وزیر خارجه خامنه ای. ما آقای دو کشجای از این، ما در حقیقت آمدیم استانداردار رو اینقدر آوردیم پایین ناسلامتی که اگر کسی فقط الان دو تا کلمه انگلیسی هم بدونه میگه آقا همه خوبه، این دکتره بگی بیا، ما استانداردار رو آوردیم پایین. خب حالا بریم سراغ غنیسازی فور دامیز. بفرمایید. عرض کنم اول آقای دو کشجای من یه چیزی میخوام شروع کنم از حرفای خود آقای خامنه ای. چند وقت پیشا بود یک نمیدونم یه صحبتی نطقی بود، جای بود من خود نطق رو که ندیدم نوشتهشو خوندم و بعد فکر کردم دارم اشتباه مثلا چاپی است، نوشته بود که بله ایشون گفته که ما حداقل به 190 هزار سو احتیاج داریم. من بله میخواستم ببینم آیا بعد فهمیدم که این اشتباه چاپی نیست، اما میخوام شما توضیح بدین که اولا این سو چی است تا بر اساس همین سو بریم جلو. عرضم به خدمتتون، میدونید منم کارم البته رشتم اقتصاده و من به خاطر به اصطلاح اقتصاد جنبه های اقتصادی اتمی این مطالعاتی انجام دادم ببینم مثلا هزینه و دخل و خرج و این چیزا به چه شکله، و این سو که شما فرمودید بعضی حتی از گزارشگران در این برنامه فارسی اون رو با سانترفیوژ با تعداد سانترفیوژ ها اشتباه کرده بودن و گفته بودن خامنه ای گفته ما 190 هزار سانترفیوژ احتیاج داریم، در حالی که سو که او به کار برده مخفف سه کلمه انگلیسیه، Separable Work Unit، یعنی SWU به انگلیسی که مخففش میشه SWU که به فارسی آقا گفته سو، و این کارشناسان اتمی هستند که باید بیان برای بنده دامی هم توضیح بدن که این یعنی چه. اونجایی که من تشخیص دادم این وقتی که شما اورانیوم خام رو غنی میکنید در مراحل مختلف، این اون مواد قابل استفاده برای انفجار از اون مواد دیگرش جدا میشه، سرش از دومش مثلا میگن جدا میشه، و اون سر که مواد انفجاری داره یا قدرت تولید مثلا
برق داره که میتونه انفجاری رو به وجود بیاره که کارخونه نیروگاه برق به کار بیفته، اینو بهش میگن سو. و بستگی به اینکه اورانیوم تا چه درجه غلظت پیدا کرده باشه، این تعداد سو در هر کیلوگرم اورانیوم هم متفاوته. یعنی آقای خامنه ای گفته بوده ما 190 هزار واحد قابل استفاده برای نمیدونم ایجاد یک انفجار اتمی، حالا میخواد در راکتور باشه یا تولید انفجاری باشه که برق رو به حرکت در بیاره، توربینا رو به حرکت در بیاره، یا بخواد مثلا کلاهک اتمی بسازه و بمب اتمی درست کنه. برای این با سو با تعداد سانترفیوژ ها فرق میکنه و ایشون گفته بود 190 هزار. البته من یه نکته رو اضافه کنم که طبق محاسباتی که انجام میدن میگن این نیروگاه هایی که الان وجود داره مثل نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر حد اکثر در سال به 140 هزار سو احتیاج داره که بشه سوختش تامین بشه. این هم جریان سو. خب این سویی که حالا ایشون بلد شده، اولا جالب است که ایشون سو بلد شده. خب حالا 190 هزار تا گفته، شما حالا بگیم 140 هزار تا یا 190 هزار تا، این حقیقتا هزینه تولید این اگر به دست 4 تا آدم سالم باشه، یعنی بخوان واقعا کسی بخواد این ریاکتور اتمی بوشهر رو بگردونه، یه آدم باشه که دومش به جای وست نباشه، خیالای سوی هم نداشته باشه، بگن آقا این ریاکتور اتمی بوشهر شما بگردون، شما بهتم میگن که آقا 190 هزار سو هم احتیاج داره این. شما به عنوان یه اقتصاددون نشستی اونجا، به من بگونم آقای دکتر شجاعی، شما برای تامین این سو که لازم هست چه راهی پیدا میکنی که از نظر اقتصادی به صرف باشه و بتونه تشکیلات رو بگردونه؟ اولین کاری که میکنید در جهان رو نگاه میکنید، در این دهکده جهانی در کجا این سو تامین میشه، تولید میشه و هزینه‌اش چقدره و خرج خرید این سو مثلا از بازارهای جهانی چقدره، در حالی که در داخل کشور مثلا امکان تولیدش رو نداریم. و بعد من یک محاسبه میکنم که اگر ما بخوایم خودمونی رو در داخل کشور تولید بکنیم هزینه‌اش چقدر میشه، به خصوص با توجه به این که مثلا در سطح جهانی اون چه که اقتصاددانها بهش میگن economics economy of scale، یعنی شما وقتی انبوه تازی میکنید، تولید انبوه میکنید، خیلی از هزینه های ثابت شما پایین میاد و برای هر یک واحدی که تولید کردید هزینه ثابتش اصلا ممکنه هیچ بشه، به صفر برسه. ولی وقتی که شما به میزان محدودی دارید یک کالایی یا جنسی رو تولید میکنید، این هزینه های ثابتش بسیار بالاست. اگه مثلا بخواید 10 تا کارخونه تومیسازی بسازید، بگید ما در سال میخوایم فقط یه دونه ماشین بسازیم، خب ببینید که چه هزینه‌ای داره داشته اون کارخونه رو برای یه ماشین. 10 تا به 10 تقسیم میشه، 1000 تا به 1000 تقسیم میشه. اگر ظرفیت مثلا این اتومبیل 50 میلیون اتومبیل میشه در سال ساخت، اونجاست که قرینه به صرفه میشه، مقرونه به صرفه میشه و شما میگید من 50 میلیون میام اتومبیل تولید میکنم، هزینه ثابتم رو به صفر میرسونم، در بازار جهانی هم رقابت میتونم بکنم. در مورد سو هم همینطوره، ما چقدر سو مثلا میتونم در داخل تولید بکنم و اگر که در اون انبوه تولیدی که کردم آیا مقرون به صرفه است، اگر دیدم قیمتش از بازار جهانی پایین تره، خطر نظامی و حمله و تحریم و اینا هم نداره، میام داخل تولید میکنم. اگه دیدم که نه، این همه مشکلات و گرفتاری ها هست، تازه هزینه‌ش هم در داخل به مراتب بیشتر از خارج کشوره، میرم از خارج میگیرم. مثلا به طور نمونه خدمتتون عرض کنم، در سال 2013 همین چند ماه پیش هزینه یک سو در جهان، در جهان آزاد که تولید میشه، به سطح پایینی هم رسیده بود، 142 دلار. یعنی شما 190 هزار سو که آقای خامنه‌ای دستور داده باید داشته باشم، در 142 ضرب بفرمایید، یه چیزی میشه در حدود سالی 27 میلیون دلار. یعنی با سال میلیون یا میلیارد؟ میلیون، 27 میلیون دلار. تمام تامین سوخت راکتور رو با 27 میلیون انجام بدی، 27 میلیون دلار. بدون شک برید الان همین الان مراجعه کنید به اینترنت، این آمار اونجا هست. میگم این که دیگه از این مرحله خنگو هم گذشتیم آقای دکتر شجاعی. ما الان 180 میلیارد دلار خرج کردن که این لعنتی رو غنی بکنن، پدر ملت رو همه هم در بردن خطر جنگ و اون میگه منبارانش کن، اینا همه خریدیم با کاری که میشد و 27 میلیون انجام بدی. حالا تازه جالبتر همه جا ببینید، برای اینکه شما
مثلا اورانیوم 5% تقریبا تولید بکنین، هر یک تن اورانیوم خام رو که بگیرید حدود مثلا 120 کیلو اورانیوم 5% تولید میکنید. این هر کیلوش هم 5.8 سو درش وجود داره، یعنی روی هم رفته چیزی حدود 1060 سو اینطورا با هر یک تن اورانیوم خام شما میتونید ایجاد کنید. و اورانیوم در بازار جهانی قیمتش کیلوی 165 دلاره، یعنی یک تن 165 هزار دلار میشه. اینا رو هم ضرب بکنید 190 هزار سو، هم بگید بهتره که مثلا در داخل تولید کنم، فقط هزینه اورانیوم این هم حالی شده آقای دکتر شجایی، حتی این هم حالی شده اونا حالیشون نیست، این میگم عصبانی شده میگه یا چرا مال ملت اورانیوم خامش دارم جان. فقط اورانیوم خامش سالی 32 میلیون دلار هزینه میذاره رو دست اینا. حالا باید برای نمیدونم هر یک تن هم مثلا 2500 مگاوات هم برق مصرف کنن، بعد باید سانتریفیوژ بخرن، بعد باید نمیدونم کارخونه نطنز رو درست کنن زیر زمین، برن اون زیر زمین یا تو عراق یا نمیدونم جای دیگه یا در قم. همه این هزینه ها پرسنل همه اینا رو حساب کنید، فقط هزینه اورانیوم خامش 32 میلیون دلاره، در حالی که همین سور رو همونطور که عرض کردم با 100 با در حدود 27 میلیون دلار میشه از بازار جهانی خریداری کرد. بازار جهانی که میگید یعنی چه صورتی است؟ این مثل مثلا یه بازار آزاد، شرکت‌های تجارتی هستن، دولت‌ها هستن، چگونه است این قرارش؟ در بازار جهانی چطوریه؟ ببینید بازار جهانی یه قسمت بخش خصوصی داره، همین تجاری، شرکت‌هایی که فرمودی که اینا متعلق به چندین کشورن، آمریکا و روسیه و نمی‌دونم فرانسه و در این کشورها هستن، تعدادشون هم بسیار زیاده و اتفاقا خرید و فروش سو هم در جهان برای تامین سوخت اتمی یه چیز پنهان نیست، یه مسئله نیست که بگم مثلا باید برید مذاکرات زیرزمینی بکنید. حتی بازار سلف خرید وجود داره، یعنی شما میتونید برای تحویل سو مثلا در عرض 3 ماه آینده از الان قرارداد ببندید و قیمتش رو هم ثابت بکنید. با توجه به این جریان الان تقریبا در حدود 7-8 کشور جهان تعداد بسیار زیادی از این شرکت‌های به اصطلاح خصوصی هستن که دارن این انرژی غنی شده اورانیوم یا سو رو در اختیار نیروگاه‌های اتمی در سراسر جهان قرار میدن. در سال 2013 ظرفیت کل جهانی برای تولید سو نزدیک 51.5 میلیون سو بوده، 51 میلیون. خب پس به همین جهت هست که همون که گفتین اینقدر میتونه ارزون بشه که بشه 140 دلار، وگرنه اگر قرار بود به جای 50 میلیون فرض کنیم میخواستن 190 هزار تا تولید کنن، معلوم بود که همونجا هم باید یه قیمتی برای این، قیمتش 100 برابر این بسیار بیشتر میشه، بسیار صدها برابر بیشتر میشه. بله بله، این مسلما در مسئلهش همینه، شما انبوه تولید انبوه که هزینه ثابت رو انقدر پایین میاره که همین سو رو در بازار جهانی میخری 142 دلار، 140 دلار. به هر حال در سال 2015 این تولید این کارخانجات خصوصی گویا به 65 یا 66 میلیون سو در طی سال میرسه که در حال حاضر حتی ظرفیت تولید مازاد بر احتیاجه، یعنی الان در خیلی از کشورها مثل روسیه با ظرفیتی پایین تر از حد اکثر ظرفیت دارن تولید میکنن. این یه منبع، اما منابع دیگری هم هست، از جمله منابعی که از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مراکز بین المللی تأمین سوخت و یا به اصطلاح غنیسازی اورانیوم مورد تایید قرار گرفتن و هر کشوری هم که عضو NPT باشه به راحتی میتونه بره به این مناطق و به این جاها مراجعه بکنه و از اونها سو مورد نیازش رو یا اورانیوم غنی شده 5% رو برای نیروگاه‌های تولید برقش خریداری بکنه با همین قیمت‌های بین‌المللی. از جمله یکیش در سیبریه، در سیبری در روسیه و یوکراین و همین یوکراینی که الان گرفتاره و در جنگ خانگی هست، یوکراین و امریکا و روسا و اینها اونجا مشغول به کار هستن و این به اندازه شاید بزرگترین مرکز تولید سوس. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به جمهوری اسلامی پیشنهاد داده بود که همه نیروی مورد نیازش رو نه فقط برای این بوشهر بلکه در آینده هم اینا رفتن تونتون هم قرارداد بستن که ما میخوایم 5 تا دیگه هم نیروگاه اتمی درست کنیم، برای همه اینا رو برید از روسیه از این طریق تامین بکنید و هیچ مانعی هم نداره.
ولی خب اینا گفتن نه، آقای خامنه‌ای گفته ما سوی خودمون رو میخوایم، سوی خودمون، باید در همین قم و نطنز و استان آذربایجان هم میانان عزیز که نگرانی عمده امروز جهان از آذربایجانه، قم رو مجبور شدن دستشون رو کنن، در آذربایجان هم تأسیساتی دارن. به هر حال این یک راه، یک جاست. در فرانسه هم یک شرکتی هست احمد جان که گویا اسمش اگه خاطرم باشه بهش میگن یورو فین، یورو اف آی ان. آیا این آیا دکتر من نمیدونم الان این اسمی که گفتین آیا یکی از این شرکت های نیست که اگر اشتباه نکنم ایران هم توش سرمایه گذاری کرده، همین جمهوری اسلامی، همین شرکتی که در فرانسه میگید؟ بله بله، البته نه جمهوری اسلامی، من تصور نمی کنم. ببینید این یوروفین در حال جمهوری اسلامی الان تصرفش کرده دیگه همه بوده. بله بله ولی بله. فکر میکنم این همون شرکتی است که زمان پادشاه فقید ایران درش سرمایه گذاری شده بود، اون روزهایی که پادشاه به دنبال همین نیروگاه بوشهر بود، با فرانسوی ها قرارداد بسته بودن و یک سهمی از این شرکت یوروفین متعلق به ایران شد که الان 60% متعلق به فرانسه است و کشورهای دیگه مثل آلمان و غیره هم درش سهام دارن. اما جمهوری اسلامی با این گندکاری هایی که بالا آورده حتی این امکان هم نداره که بره بگه آقا من سهامدار این شرکتم. خب این 190 هزار سوء ناقابل رو یا 140 هزار تا که واقعا لازمه برای یک نیروگاه 1000 مگاواتی، این 140 هزار تا رو به خودم بفروشید، چون سهامدارم هستم، وقتی به من فروختید از اون سود سهام اونجا باز یه چیزی به ما برمیگرده، یعنی قیمتش از 140 دلار هم 140 هم پایین‌تر میره. این یه جای دیگه است. در انگلستان هم یک جای دیگری هست، یک مرکزی هست که به همین شکل عمل میکنه. در امریکا یک مرکز دیگری هست و در امریکا هم یک مرکزی که با تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته در حال ساختش هستن و پیشرفت‌های کلانی کردن، میلیاردها دلار هم سرمایه‌گذاری کردن که در این مرکز از میگن که گلوبال لیزر اینریچمنت که از طریق تکنیک لیزری میتونن نمیدونم غنی سازی کنن. خب این تکنیکی که اصولا اینا آمدن الان در روسا آمدن در بوشهر را انداختن و قرار حالا جاهای دیگه هم مثلا راه بندازن در ایران، ظاهرا یک تکنیک جدید نیست، در حالی که ما میشنویم در کشورهای دیگه که روی این قضیه به جای اینکه های و هوی بکنن و حقیقتا ریگی به کفششون باشه، دارن به طور فعال فکر میکنن ببینن چیکار کنن که هم کاست کمتر بشه هم خطر کمتر بشه. و بنابراین در همین مورد اگر اشتباه نکنم در جاهایی مثل انگلستان و کانادا تکنیک های دیگری به کار میره و راکتورهای دیگری به کار میره که اصولا این قضیه غنیسازی درش اصلا معنا نداره، لازم نیست. بله من یه جایی دیدم که نوشته بود یک منبع موثق و درستی که در کانادا و همینطور در انگلیس اینها نیروگاه های تولید برقی دارن، اتمی است البته، ولی به جای اورانیوم غنی شده از اورانیوم خام استفاده میکنن، یعنی اصلا احتیاجی به غنیسازی اورانیوم هم نیست. در کانادا اسمش هست کندو، همین مثل کانادا CANDU، و در انگلستان هم به این نیروگاه ها میگن نیروگاه مگناکس. و قول فرمای شما خب این آخونده که رابطه شون با این انگلیس ها هم خوبه که خب تشریف ببرید از اون دولت فخیمه انگلیس 5 تا 6 تا 10 تا 500 تا از این چه میدونم نیروگاه تولید برق مگناس خریداری بکنید. اورانیوم غنی شده هم که میگید معادنی در ایران دارید، حالا اگر هم نداشتید کیلوی 165 دلار در دنیا میتونید به راحتی زیر نظارت آژانس بین‌المللی تهیه بکنید و سوخت رو هم تامین بکنید. این همه دعوا و دردسر و 180 میلیارد هزینه کردن و عربده کشی نمیدونم در ژنو و بچه آخونده از این ور زیر زیرکی بولا رو بدوزن و نمیدونم تحریم اقتصادی بشه، 130 میلیارد دلار الان پول نفتی که اینا به چین و هند و این ور ور فروختن بلوکه شده همینان و عاجزانه اومدن این کرنش عاجزانه و ذلیلانه رو کردن که ماهی 700 میلیون دلار آقایون بعد از این قراردادی که گذاشتن تمدید قرارداد به آخونده پرداخت کنن. آخونده 700 میلیون رو گرفته خوشحاله که میتونه بره مردم رو بازم سرکوب کنه، برای حزب الله نمیدونم لبنان و گروه های دیگه پول بفرسته، در حالی که سرزمین ما مردم ما با این بدبختی و فقر و فلاکت و قیمت های سرسام آور و نان رو میخوان 30% اضافه بکنن.
این آخوند مفتخور جنایتکار پاسخگوی مردم نیست. با این محاسبات ساده ای که ما کردیم سر انگشتی، یکی بعد از اینا رو به محاکمه بکشونه، به دادگاه ببره. ای مردک آخوند ابله، برای چی 11 سال مخفی کاری کردی؟ کشور ما رو نتانیاهو هر روز برای ما عربده کشی بکنه، بگه حمله نظامی میکنم بهتون. سرزمین تاریخی مثل ایران، در حالی که با 27 میلیون دلار در سال میتونی نیروگاهت رو بهش سوخ برسونی و این درد و رنج از ملت ایران کم بکنی. و مردم تا کی باید تحمل کرد؟ جوانان، این احمقا هستن، این مزدوران خارجی هستن که اینطور شما رو اسیر کردن. تا کی میخواید تحمل بکنید؟ وقتش نرسیده که سیل خروشان جمعیت راه پیمایی های سراسری در سراسر کشور و بگیم ما نیروی اتمی هم اگه میخواهیم سوختش رو در بازار جهانی برای ما بخریم. فقط همین، چیز دیگه ای نگید. سورو از خارج به قیمت 142 دلار هر سو خریداری کنید، از همه این حقوق بازیاتون هم دست بردارید. آخه این دیگه چیز زیادیه. ملت نمیگه انقلاب کن، ملت نمیگه آقا بیایید برید نمیدونم آخوندا رو برچینید، نه اینم نگید. در خیابان ها بگید سورو از خارج بخرید و این همه تهدید و تحقیر و تحریم رو از سر ملت بردارید. ای آخوند جنایتکار خامنه ای، ثقت الاسلام، چی میخوای از جون این مردم؟ چرا دست بر نمیداری از سر این مردم؟ واقعا جناب پاولو، همون قضیه جوابگویی است آقای دکتر شجاعی. ببینید، در هر سیستمی، حتی در سیستم کمونیستی اون شوروی، امپراتوری شوروی، با اینکه تا سالها کسی جرأت نداشت به استالین مثلا بگه آقا بالا چشم دبرو، و بعد کسانی که مالنکوف و عرض کنم برژن و هر کسی که آمد، اما بالاخره رسیدن به جایی که در قرار شد، یعنی اگر مردم تحمیل کردن که آقا باید جوابگو باشید، چرا در فروشگاه های ما هیچ الان وجود نداره، چرا ما باید به صف واسیم برای نون، چرا باید نمیدونم در دنیایی که اون طرف شما میگین با آمریکا برابریم، ما بنزه کارگر ساده آمریکایی مهندس ما نداره. وقتی که این سوال ها پیش آمد و گذاشتن جلو بود که بگن امپراتوری شوروی از هم پاشید، قبول کرد، یعنی جوابگو بود. اما در این امپراتوری اسلامچی، این حقیقتا آقای دکتر بین، من این کلمه اسلامچی رو گذاشتم روی اینها، توضیح بدم براتون چرا. چون حالا بعضی هم میگن اسلامی، من هنوزم میگم اسلامی، هم باز یه نفر که اگه اعتقادی داره برای خودش، فقط برای معنویات خودش، میگم آقا باشه، به من ربطی نداره. اسلامچی اینها هستن. اسلامچی، من از کلمه تفنگچی برداشتم، یعنی آقا شما از این سلاح مثل تفنگ استفاده میکنی برای نابودی. شما اسلامچی هستی، نه اسلامی هستی، نه مسلمون، اصال مسلمون. نه اینکه بخوام تعریف و تمجیدی از اونو کنم، ولی کلا داعش ها، جمهوری اسلامچی، اینا اسلامچی هستن و اینها خودشون رو به هیچ کس، در مقابل هیچ کس، حتی در مقابل خدا مسئول نمیدونن. یارو میگه من اصلا خودم نمایندش هستم، شما چی هستین؟ اصلا من خودم نمایندشم یا بلنگو خود خدا هستم؟ حالا خدا همه اینا رو آفریده، بعد گفته به یک آقای شیخ ابوالپشمی که شما بزن همشو نابود بکن. آقا اصلا به عقل جور در میاد. برای کلمه اسلام چرا عرض کردم به این جهت بود. حالا میگم اسلام چی ها جوابگو خودشون رو نمیدونن و تا موقعی که یک ملت بگذاره که گروهی جوابگو نباشند، آش همون آش است و کاسه همون کاسه. بله، این آخونده همین پیروز گفته بود که ملت انقلاب کردن برای اینکه خدا بیاد در اینجا حکومت کنه و الان حکومت خدا برقرار شده، خود خدا داره حکومت میکنه. این مرد جنایتکار خامنه ای رو حد خدایی رسونده. و همونطور که فرمودید، این کلمه اسلامچی واقعا احمد جان کلمه مناسبیه. همون تفنگچی و اسلامچی، یه مش عرازل و اوباش. اون وقت ببینید، این عرایزی که کردم احمد جان، از نظر همین محاسبه ساده اقتصادی، آدم رو فقط و فقط، همین عزیز، به یک نتیجه میرسونه. درست آخون احمقه، درست آخون ابلهه، ولی در این زمینه چون مسئله پولم مطرحه، اگر سوء نیت نداشت، اگر دنبال اهداف دیگه نبود، این پولا رو اینجوری نفره نمی‌کرد. میگم اون 27 میلیون رو در سال میدم و میرم بقیه پولا رو یه جور دیگه میدم بچه آخون بخورن و کیف کنن. اما این همه اینا ثابت میکنه که این پافشاری بر این که نمیدونم غنی سازی حق مسلم ماست، این افتخار ملی ماست، نمیدونم این حرفا، که در طی این 11 سال هر احمق تدارکات چی رو که آوردن گذاشتن اونجا، همین چرندیات رو گفت،
همه به همه ثابت میکنه اینا به دنبال بمب اتمن. اینا حالا من همین سوال دارم آقای دکتر چوی، آیا با خرید سو از بازارهای جهانی، حالا یا در سیبری باشه یا در کانادا باشه یا در فرانسه باشه، میشه باش بمب اتمی ساخت؟ نخه، برای اینکه اونا اورانیوم اشکال همینه. برای اینکه شما وقتی سانترفیوژ نداشته باشید تو مملکته، قرار نیروگاه آب سنگین عراق نداشته باشی که پلوتونیوم درست بکنی، دیگه سلاح اتمی نمیتونی بسازی. این سوخت 5% تحویل میگیری، توفالش هم بعدا تحویل میدی بیرون. این چرخش نمیدونم سانترفیوژ ها خواهند چرخید، اقتصاد سفره مردم هم خواهد چرخید. این حقباز روحانی با اون قیافه مضحکش، مردک ابله، به خیالش مردم احمقن. این سانترفیوژی که خواهد چرخید برای اینه که برسونن این یک تن اورانیوم خام رو به 120 کیلو 5%، 26 کیلو 20%، 5.6 کیلوی 90%. و الان هم با اون موجودی 5%ی که دارن، علارغم همه کاهشی که دادن و این یک سالی که کرنش کردن، توانایی تولید 7 سلاح اتمی رو به طور بالقوه دارن. یعنی حدود 1000 خورده ای اورانیوم، کیلو اورانیوم 5% اینا سریع میتونن تبدیلش بکنن به اندازه کافی برای یک بمب. و در حال حاضر حدود 7000 کیلو اورانیوم 5% دارن که میشه تبدیلش کرد برای ساختن 7 بمب اتمی. تمام این درد آخوند که این میگه ما غنی سازی رو رها نمی کنیم، زیر بار نمیریم، تمدید کردیم دو مرتبه، برای اینه. دنیای خارج بهش گفته که در این به اصطلاح توافق دراز مدت استراتژیک، شما باید تمام زیربنای این که به طور بالقوه بتونی بمب اتم بسازی رو از بین ببری، باید بیای این تاسیسات فردو اینا رو از بین ببری. اتفاقا نتانیاهو هم حرف درستی میزنه، او هم همینو میگه، میگه تنها راهی که خیالمون راحت میشه اینه که اینا هم از بین بره، تعطیلش بکنید، بازرسو هم در طی 5 سال 10 سال آینده مرتب برن ببینن که اینا دوباره به کار ننداخته باشن. وقتی اینو تعطیل کردی، وقتی توانایی بالقوه تولید اورانیوم 90% نداشتی، خیال جهان آسوده میشه، دنبال بمب اتمی نیستی، فعالیت های اتمی برای مثلا ایزوتوپ نیروگاه اون امیراباده، برای نمیدونم مصرف پزشکیه، برای مصرف تولید نفته که اونم بازار جهانی در اختیارت میذاره، آژانس بین‌المللی هم نظاره میکنه. دیگه این چه بلایی به سر مردم ایران آوردی؟ جز اینکه همه جا دنبال بمب حق بازی هم میکنن، یه مش فکر کرواتی دلالشون هم اینجا و اونجا تو آمریکا و تو واشنگتن و اومدن دلال بازی، که نخه، علت که این آخوند زیر بار نمیره غرور ملی ایرانیان مطرح است. یه دفعه آخونده ملیگرا شد، یه دفعه آخونده غرور مردم ایران براش اهمیت پیدا کرد. آخوندی که به 75 میلیون میگه تو صغیری و سفیهی و من ولی یه فقیه تو هم، غرور ملی نداره ایرانیه. اون دکتر و مهندس و نمیدونم کارشناس اتمی و اون قاضی دادگستری و اون نمیدونم دلال اتومبیل و اون بقال و اون راننده، اینا هیچ کدومشون نه صغیرن و سفیهن. و از این که میگی صغیر و سفیه هستی، این اعتبار ملیشون، غرور ملیشون جریه دار نمیشه. ولی همچی که بگی غنی سازی، آقا نکن آخونده میخواد بمب بسازه، یه موتور سوار لات سوار میکنن، لباس سیاه تنش میکنن، یه دونه نمیدونم بهش باتون میدن دستش، ببینید چه بر سر جوانای ما تو خیابونا میارن. حالا همین آخون میخواد که بمب هم داشته باشه، حالا چرا میخواد بمب داشته باشه؟ اونم دیگه یک تفسیر مفصلی است. بله خب، حالا واقعا حالا میخواد ببینم، حالا بگو بمب داری میخوای، خیر سر پدرت، میخوای چی کارش کنی آخه؟ آه چی کار میتونی بکنی با موقعی که محاصره هستی، دارن اینجوری میپاند؟ آیا تو میتونی بمبی و مثلا برداری از به جای دیگری بفرستی؟ این بازم رو سر مردم ایران منفجر خواهد شد. چطور اجازه خواهند داد با این همه سیستم که حرکت که مورچه را از اون بالا میبینن، تو میتونی بارو بمبی برداری مثلا بندازی به جایی؟ اگه بندازی، اولا تو اون منطقه رادیواکتیو، مثلا شما رو اسرائیل بذاره، مثلا رادیواکتیوش میذاره تمام اون منطقه همه رو به نابودی میکشونه. اینا عقل و شعور اینا مثلا دارن، یا اینکه اینا مثلا اون جفنگیات واقعا مالی خولی های آخوندیه؟ ببینید احمد جان، خامنه ای میبینی که چجور نوکری پوتین رو پذیرفته. اون الگوش پوتین و روسیه است، فکر میکنه که میخواد این بازوی فاشیستیش که در سراسر خاورمیانه پخش شده، پخش شده، گسترده شده، الان در مدیترانه است دیگه، در سوریه است، در حزب الله لبنان، در لبنان،
نمیدونم در نوار غزه است، در حتی آفریقا اومده و رخنه کرده، آخون میخواد که به این کار ادامه بده. در بحرین رفتن یه آخونی رو بردن در نمیدونم قوم و نجف و اینا تربیتش کردن، فرستادنش اونجا همون بلایی که به سر ایران اومده به سر مردم بدبخت فلک زده بحرین بیاد، سرزمینی که واقعا مثل سرزمین ماست علارغم اینکه حالا مستقل شده. من بحرین رو واقعا مثل خاک ایران دوست دارم، مردمش مردمی هستن که نیاز به آرامش دارن، ثروتی ندارن، ارتباطات پلی پل ساختن از عربستان به بحرین هم جان و اقتصادش رونقی پیدا کرده، یعنی دانشجو میان میرن در بحرین از عربستان مجانا درس میخونن. این مملکت اینجوری زود سر پای خودش ایستاده، یک مشت آخون به در سوخته رو بردن فرستادن اونجا و اونم شروع کرده نماز جماعت و نمیدونم انقلاب اسلامی. آخون نمیخواد به این کاراش ادامه بده، یعنی داعش شیعه همین خامنه ایه که میخواد حکومت خلافت داعشی شیعه رو گسترش بده و میگه که اگه من بمب اتم داشته باشم مثل جریان اوکراین، ببینید پوتین رفت اونجا گرفت و نصفشو خورد و نصف بقیه‌ش هم الان به این بدبختی دچار کرده، نیروهای ناتو که همون بغل گوشش هستن نمیرن دخالت بکنن. برای چی؟ حتی پوتین تهدید ضمنی اتمی کرد دنیای خارج رو، هواپیماشو برده نزدیکی من 10 کیلومتری مثلا آسمان لس آنجلس به پرواز در میاره، کشتی‌های اتمیشو آورده این پشتا مانور دادن، تهدید اتمی تقریبا به طور ضمنی. و مثلا آمریکایی‌ها هم بگن خب حالا این همه رفتی رو کشون هم گرفتی، ما بهت کاری نداریم، تحریمت میکنیم، 30 میلیارد به اقتصادت ضرر میزنیم. آخونده در همین فکره، میگه اگه من بمب اتمی داشته باشم هر غلطی که تو خاورمیانه بکنم هر کجای جهان بکنم کاریم نمیکنن، ماکسیمم یکی میزنن رو دستم، منم خب این دستو میکشم کنار دو مرتبه یه جای دیگه میرم. تمام نقشه و حق بازی آخوند همینه، چیز دیگری نیست، به فکر منافع ملی ایران نیست. و اگر واقعا دلش برای ایران و منافع ملی ایران میسوخت با یک ارتش مقتدر به اصطلاح تردیشنال و همینطور پیمانهای دفاعی بین المللی، سیاست خارجی مدبرانه، حکومتی که ناشی از اراده مردم باشه، شما بدون اینکه دخالت در کشورهای دیگه بکنی. آخوند فکستانی تو چی به سر مردم ایران آوردی که بخواهی به سر مردم بحرین؟ این سر مردم ایران عرض کنم دکتر شجاعی، ببینید در داراب ما یک ضرور مسئله بود، میگفتن که آقا آخوند تکنیکش این است، میگفتن راجد اول راجدمه، بعد میشه را تکلم، بعد میشه ورمنه. یعنی چی راجدم؟ اول دستشو دراز میکنه میگه ببینه، مثلا از راه ترحم بگه در به خاطر من سیدم و این آقا بده، اگه نشد سعی میکنه که با اخفالت کنه با حرفهای فریبنده، اگه نشد آخرش ورمنه است، یعنی به زور و اسلحه میگه. حالا اینو متشبث به اون ورمنه شدن، در اول وعده های فریبنده بود که بله خمینی در تبعید نشسته بیاید، حالا همه آقا بیان اسلامی بشیم، آقا اسلام نمیدونین چی اثر، پس بنابراین با اون آمدن، بعد آمدن با این راه تکلمشون، یعنی بخوان اخفال بکنن مردم رو که ما برای شما معنویات میاریم، چی میاریم که ملاحظه کن چه معنویاتی آوردن، درست. حالا و تازه اینو میخواستن صادر کنن به عراق و بقیه کشورها، و بعد که خب بالاخره اون صدام حسین هم بیکار ننشست اومد حمله کرد به ایران، اینم که حالا اینجا امروزه به جای رسیدن که دیدن آقا دیگه هناشون هیچ جا رنگی نداره، میگه تنها راهی که برای ما وجود داره همین ورمنه است. ورمنه یعنی چی؟ یعنی که تو باید اسلحه داشته باشی که ازت بترسن، شما این اصله ای که اینا میخوان مردم ازشون بترسن هم همین بمب است. حالا آیا مردم باید اجازه بدن که این بمب ساخته بشه؟ من نمیدونم، والا به عقل خودشون باید مردم مراجعه کنن. بله احمد جان، مردم واقعا مسئولیت بسیار خطیری دارن، چه در داخل چه در خارج از کشور، به خصوص فعالان سیاسی. من باز تکرار میکنم مرتب این روزها، من از هر فرصتی که پیش میاد استفاده میکنم و به جوانان به خصوص میگم مردم ایران در خطره، خطری بزرگ. ایران این سالها، این روزهایی که ما دیدیم که همه واقعا شرمنده هستیم، شاید یک روزی اگر این آخون ادامه پیدا بکنه حکومتش، حتی قبطه این روزها رو هم بخوریم. در ایران این داعشی ها بعد از مرگ خمینی معلوم نیست که دست برنده و برگ برنده رو کی بعد از مرگ خامنه ای کی داشته باشه. اینه که باید همت ملی و باید حرکت کرد، باید این حکومت رو بازنشسته کامل کرد، باید اون رو برانداخت و به دنبال این راه‌های فرعی نرید. یه عده‌ای از این
خدا بی خبران جمع شدن اینجا و اونجا، مرتب دارن سر مردم رو گرم میکنن با حرفا و چرندیاتی. مثلا هم قرض کردم بارها، رنسانس رقص بابا کرم، آخونده داره تو ایران میخواد بمب بسازه، این همه لطمه اقتصادی زده، میگن آقا مشکل ایران اقتصادی نیست، مسائل ایران سیاسی نیست، مسائل ایران حتی اصلا اسلامی و دینی، مسئله ایران فقط فرهنگیه. ما یک رنسانس رقص بابا کرم را بندازیم، به جای سلام بگیم درود، نمیدونم درختکاری بکنیم، آخونده بالاخره میره کنار. مردم رو و جوانان رو و نسل فعلی رو میخوان با این بازی ها سرگرم بکنن. همین مراقب باشید برنامه سازان رادیو تلویزیونی، شما هم کمی به خودتون بیاید، مراقب این جریان کاملا مشخصی که معلومه پشتش کیه و کی داره از اون پشت اینو میگردونه و از اینجا و اونجا، از این سوراخ از اون سوراخ سر کلهشون پیدا شده، مراقب این جریان باشید. اینم از همون جریان حخاهاست، باید مراقب بود در این شرایط خطیر تاریخی. خب حالا من نمیدونم آیا از این غنی سازی برای دامیز چیزی دست گیره. این سگ شما که فهمید و با طفلک گفت آقا فهمیدم. اما دوچه شدایی این هفته باز نفت الان به بشکی زیر 70 دلار رسیده. کشورهایی که یعنی مثل ایران همه رستشون رو گذاشتن خلاصه آل این در پوکر، میگه آقا آل این همش گذاشته تو این نفت، تو که صنعت توریسم رو که باباش سوزوندی، کسی جرئت نمیکنه بیاد 4 تا توریسم ناسلامتی بیان درآمد بیاره. همون کاری که داره این اردوگان هم داره با به سر ترکیه میخواد بیاره، اینم داره با اون حرفای ناشایستی که داره میزنه چرندیاتی میگه. شما میدونین اردوگان چی میگه؟ میگفت کریستوف کلم نبود آمریکا رو کش کرده، مسلمانان بودن که رفتن اونجا رو کش کردن. ای ابله، آخه من نمیدونم این ترکیات حالا ترکا دیگه چرا اجازه میدن این چنین جانوری بیاد بشینه؟ و بعد اومد گفت آقا زنها کجا باید با مردا برابر باشن، این حرف مزخرفه. من نمیدونم در جامعه ای که تا این حد پیشرفت کرده، وقتی شما تشریف میبرید به ترکیه میبینید که حقیقتا چقدر از نظر سلوک با همدیگه چگونه کنار بیان با همدیگه، از اون طرف شما از اون چادری و بیکینی پوش همه با همدیگه در آزادی دارن به سر میبرن، چه یه همچه آدمی پیدا میشه به این حرفهای افراطی اسلامی رو میخواد جایگزین اون تمدنشون کنه و در کشوری مثل ترکیه حالا توریست تمام منبع درآمدش هست، اگر این نباشه ببینید تکلیفش چی میشه. اما حالا در کشوری مثل ایران توریستو که نابود کردن، گفتن این لازم نداریم، اصلا نمیخوام به مردم ایران زندگی مرفه‌تر داشته باشن، جهنم ندارن. اما این نفتش چی؟ نفتی که الان زیر 70 دلار رسیده و همچنان داره پایین میره، و در مورد این که اصولا تولیدشون هم کم بکنند که کشورهای اوپک به توافقی نرسیدن، بنابراین از این راه به کجا میرسیم؟ آقا نفت، میدونید که نفت تگزاس، وست تگزاس 66 دلار هر بشکه خرید و فروش شد در آخرین روز بازار، و نفت برنت که معمولا یه مقداری گرانتر از نفت تگزاسه به 70 دلار هر بشکه رسیده. این یعنی حدود 30-40% فقط قیمت نفت پایین آمده که بلافاصله هم آثار خودش رو نشون نمیده، ولی چون نفتی که الان پولش رو دارن میگیرن اون نفتی است که 2-3 ماه پیش تحویل دادن، در 1-2 ماه آینده است که این خودش رو واقعا نشون میده، درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکنه. کما اینکه دلار، خاطرتون هست ما پیش بینی کردیم که به زودی به 3500 تومان برسه، دیروز 3360 تومان در بازار خرید و فروش میشد، که من به همینان این مسئله رو باز عرض کنم با توجه به همین قیمت نفت و این مسئله اتمی، که این دلار به زودی حداقل تا 3850 تومان هم اگر بخرید همینان ارجمند ضرر نخواهید کرد، بالای اون هم خواهد رفت در روزهای آینده و ماهای آینده. اما اینا بودجه سالانه شون هم از 140 میلیارد دلاره، دلار که تبدیلش بکنیم، نصفش 70 میلیاردش میگن مالیات میگیریم، نصف بقیهش رو از طریق این نفت میخوان تامین بکنن، یعنی 70 میلیارد دلار. وقتی که بر اساس بشکه‌ای چند حساب کردن 70 میلیارد دلارشون، بشکه‌ای 100 دلار مثلا، 100 دلار در حالی که الان زیر 70 دلاره، الان 70 دلار اون بازارهای آزاد، نه اینکه اینا که قاچاقی میدن و میرن، اینا 30-40 دلار دارن میدن. بله اما جان 70، ببینید 70 میلیارد به 70 تقسیمش بکنین، یعنی اینا در طی سال نیازمنده به یک فروش 1 میلیارد بشکه نفتن.
یعنی مثلا چیزی حدود 3 میلیون بشکه در روز. ملاحظه میکنید در حالی که فروش الانشون خیلی خیلی مدعی میشه، ادعا میکنند و زیر زمینی میفروشن 1 میلیون تحت تاثیر تحریم ها. و تازه قبل از تحریم ها و این تحریم فروش نفت، فروش نفت ایران 2,400,000 بشکه در روز بوده. یعنی با 70 دلار اینا نمیتونن اون نصف بودجهشون رو هم تامین بکنن. کسری بودجه به مراتب بالاتر از اون چیزی است که الان هست و خواهد بود و مجبور میشن باز چاپ اسکناس که اصلا دیگه اون پشتوانه نفتی هم نداره. حالا به هر حال این ربط دادن بودجه به نفت هم یه کار احمقانه ابلهانه است که اینا میکنن. خنگولن، نمیفهمن باید چیکار بکنن، احمقانه عمل میکنن، دورش به چشم مردم میره، راه دیگری داره. ولی به هر صورت اینها بدون شک 30-40% بودجهشون درآمدش رو ندارن، مجبورن چاپ اسکناس بکنن. زمزمه هم میکنن که دیگه اون کمک هزینه نقدی رو میخوان پرداخت نکنن، پول اون رو هم دیگه ندارن. قیمت ها به سرعت داره بالا میره، نون رو 30% میخوان گرون کنن، خدمات پزشکی 29%، اجاره خونه 19% بالا رفته و این فقر و گرانی و بدبختی و بیکاری با این کاهش درآمد نفت. و اینم همین عزیز، اینم مسئله سیاسیه. عربستان الان میدونه در سطح جهان همه جان 2 میلیون بشکه نفت اضافی همینطور سرگردانه و خیلی راحت عربستان اگر که مسائل سیاسی مطرح نبود به عنوان تولید کننده که میتونه تا 3 میلیون بشکه در روز تولیدش رو افزایش و کاهش بده، 3 میلیون کاهش میداد، این قیمت باز برمیگشت میرفت بالا. یا حتی عربستان اگر این کار رو میخواست بکنه در بازارهای سلفخری، همینجوری که الان نفت تگزاس شده 66 دلار هر بشکه، اینا هجوم می آوردن، چند میلیارد می ریختن اون تو سلفخرا و می گفتن مثلا نفت برای ماه ژانویه فوریه می خریم 120 دلار فردا قیمت می رفت بالا. این کار هم نمی کنن، همه حواسشون جمعه. و به خاطر چی؟ به خاطر حکومت ابلهانه پوتین و حکومت احمقانه و ابلهانه تره آخوندها در ایران. در حدود 1 دقیقه فقط، این قضیه بانک کونلان بود که فکر کنم متعلق به شرکت نفتی چین هست و اینا مراودات نفتیشون رو با این انجام میدن، این از کجا ثبت شده؟ و این خبرش چند وقت پیش بود که رویترز گزارش داده بود، اما جناب شما به من فرمودید خاطرم هست که بانک مرکزی با این بانک که متعلق به شرکت نفت چینه هم دستبندی کرد، چی میگن، با هم دیگه قرار گذاشتن پول و نفت رو بریزن تو اون بانک کونلان در چین و بعد سپاه قدس شرکت‌های قلابی که اصلا وجود خارجی ندارن در چین ایجاد کرده و این بانک چینی به حساب اونا پول می‌ریزه و بعد سپاه قدس هم از اونجا از طریق این بانک حواله میده پول‌ها رو به حزب الله لبنان و همینطور نمی‌دونم به حماس و هر کجای دیگه و پای سپاه قدس هم در این فاجعه و در این دزدی و فساد بازه و دستشون رو شده، جهانیان مدارکشون به دست آوردن. خب دکتر شجاعی عزیز، فرصتی نفتمون هم تمام شد، گذشت و در خدمت شما خوش گذشت. تا هفته آینده که باز در خدمت شما و دوستان گرامی خواهیم بود، برای همه روزها و هفته خوبی آرزو می کنم. و شما رنسانس رقص بابا کرم فراموش نشه.